زندگی است و هر زندگی یک قصه. برخی قصه ها اما به هزار و یک دلیل پیچ و تاب و فراز و فرودشان بیشتر و خانششان ضروری تر است. و دکتر تورج عطابکی یکی از همین آدم هاست. من شیفتگی خاصی به دکتر محمد مصدق دارم. بچه تهران که از فیزیک به تاریخ رسید. خیلی دردناکه، بخشی از جنبش اجتماعی زیباست و چنان شیفته تاریخ شد که به مصاف فراموشی تاریخی رفت. یکی از مخازن پژوهشکده ماست. تا دورها و دورها، تا سنگی بر مزار از یاد رفتگان تاریخ بگذارد. او که خود بخشی از تاریخ را هم در ایران زندگی کرده، از خانه بیرون زد تا از دور تاریخ را گردآوری کند. هم رد کمونیست های ایرانی را در باکو گرفت و هم جان باختگان 88 را، و با این باور که گر نگردم تلف تو، علف ایامم. زندگی او را با ما پی بگیرید. سلام آقای دکتر. سلام. حالتون چطوره؟ خیلی متشکرم. دستم که نمیشد. خیلی ممنون وقتتون رو به ما دادید. جلوی مؤسسه هم منتظر ما هستید. بله، این در انبار پیشین کاکائو بوده. کاکائو. بله، و بعد از اینکه میزان آرشیو ما خیلی زیاد و زیاد شد، مجبور شدیم که بیایم اینجا این انبار کاکائو رو بگیریم و تبدیلش کنیم. پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی، و به خلاف این ساختمون که در حقیقت میراث دوران استعماری هلند باشه، این ساختمون در حقیقت تلاش میکنه که آرشیو تمامی جنبش‌های اجتماعی از جنبش زنان، کارگران، جنبش دانشجویان جمع میکنه. خب این مجموعه آرشیو عکس، آرشیو ویدیو، اودیو، کتاب 550,000 تا عکس. بله، 32 کیلومتر آرشیو اینجا. یعنی چی 32 کیلومتر؟ یعنی اگر اینا رو، این آرشیو رو کنار هم دیگه بذارید، 32 کیلومتر باید برید تا به پایانش برسید. تاریخ اینجاست در واقع. بله، خواهش میکنم. یه بخشی از این آرشیو اینجا از طرف یونسکو ثبت شده. بعد تاریخ کار هستش، تاریخ در حقیقت جنبش دانشجویی هستش. بعد از این ور که نگاه بکنید، با یک نمای دیگه میبینید که در حقیقت یه نگاهی داره به چین و مجموعه‌ای که ما از چین داریم. نمونه اینه که در حقیقت اینجا یک نهاد بین‌المللیه و در پیوند با نهادهای کشورهای دیگه که تو این حوزه کار میکنن، این پژوهش‌ها رو داره جلو میبره. بله. بفرمایید. این یکی از مخازن پژوهشکده ماست. اینا رو برای بازدید کنندگانی مثل شما، عزیزانی مثل شما در حقیقت گذاشتیم که هستش. خودتون بخواید از همینجا شروع کنیم. این چی است؟ این دیپلم سازمان ملل یونسکو است که به خاطر این میراث فرهنگی که ما داریم به این پژوهشکده داده. برمیگرده به آرشیو خصوصی مارکس انگلز و انترنشنال دوم در اینجا. اینجا مثلا صفحه اول مانیفست کمونیست، بعد یادداشت‌های مارکس بر همون کتاب سرمایه هست. یعنی کتاب اصلیه و یادداشت‌هاش بر یادداشت خودش که اونجا نوشته. اونجا یکی از صفحاتی که پیش از اینکه در حقیقت کتاب چاپ بشه هستش. بعد میاد اینجا. اینجا در حقیقت آرشیو ما بزرگترین آرشیو حرکت‌های آنارشیستی رو در جهان داریم. آرشیو باکونین، آرشیو گلدمان، آرشیو آنارشیستای اسپانیولی، آنارشیستای فرانسوی، جنگ داخلی اسپانیا آرشیوش اینجاست. تو این پژوهشکده است. اون جنگ مشهور داخلی اسپانیاست. این برمیگرده به جنبش زنان
که در میانشون شما خانم صدیقه دولت آبادی رو میبینید اونجا، تا به اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاد، اون راهپیمایی بزرگ زنان در اعتراض به حجاب و تمام تضییقاتی که جمهوری اسلامی علیه زنان در حقیقت جاری کرده بود، و بعد مبارزات علیه حجاب اجباری و آزادی‌های یواشکی و هر چه که در حقیقت به حرکت زنان در تاریخ معاصر ایران میرسه ما اینجا داریم. نشانه ایران میبینم اینجا. حالا میایم از صدیقه دولت‌آبادی گفتیم. من امروز برای شما آرشیو صدیقه دولت‌آبادی رو گذاشتم. جمعیت نسوان وطنخواه رو داریم. سال 1302 دست بعد خودشونه؟ بله بله. بعد این نامه ایست که ادوارد بران نوشته به خانم صدیقه دولت‌آبادی. بعد ایشون میدونید که یک مجله‌ای در می آوردن به نام زبان زنان. بله. زنان بعد از مشروطه، جریان مشروطه و بعد از مشروطه نشریه‌های فراوانی در آوردن، انجمن داشتن در شیراز، در تهران، در بسیاری از شهرهای عمده ایران، بزرگ ایران. بعد چون که درباره حالا صحبت برابری جنسیتی شد، اجازه بگیرید که آرشیو دیگه‌ای که براتون امروز گذاشتم بهتون نشون بدم، آرشیو میرزا حسن رشدی است. بله. تلاش کرده در قم مدرسه غیر دینی، یعنی به جای مکتبی که ما داشتیم، مدرسه مدرن درست بشه. وصیت میکنه که داراییش صرف آموزش معاصر باشه. بعد میایم به سالهای نخست بعد از انقلاب. من یه نمونه آوردم اینجا خدمتتون بگم، یادداشت‌های محسن فاضل که یکی از کنشگران سیاسی چپ ایران بوده، در سالهای نخست انقلاب 1360 در زندان اوین تیرباران میشه و اینها رو که نگاه میکنید یادداشتای ایشونه که از زندان روی کاغذ سیگار در حقیقت نوشته و مخفیانه به بیرون فرستاده و تمام آرا و عقاید و یادداشت‌های خودش و تحولاتی که دنبال کرده، تحولات سیاسی ایران اون زمان رو و به گذشته خودش پرداخته در اینجا ما داریم. بعد میاییم به جنبش سبز. مثلا ما تمام اعلامیه‌ها، حتی نمادهای اون جنبش رو مثل دستبندها، سربندها داریم و این اسکناس‌ها رو من نمونه آوردم اینجا گذاشتم که روش نوشته رأی من کجاست و علامت پیروزی. این مجموعه بدون در حقیقت حمایت بخش پژوهش کامل نیست. ما یه بخش پژوهشی داریم که ما هم اسناد و مدارک رو اینجا جمع آوری میکنیم، همین که پروژه های مختلفی داریم در زمینه تاریخ اجتماعی. نگهداری اینجا البته پولم لازم داره. پولش از کجا میاد؟ پولش رو آکادمی سلطنتی هلند میپردازه عمدتاً، ولی برای پروژه های متفاوتی اگر ما گاه به اتحادیه اروپا مراجعه میکنیم و اتحادیه اروپا حمایت میکنه، از ما حمایت میکنه اینجا. خب آقای دکتر، ما واقعا از این گنجینه دلمون که نمیاد بریم بیرون، ولی باید به زندگی خود شما هم یکم بپردازیم. کارهایی که قبل از این کردید و از این در باید بریم. بله بله، از اینجا ما باید بریم بیرون. بفرمایید. گنجینه نشون ما دادید که در این حال خیلی هم دردناک بود. خیلی دردناکه. بخشی از جنبش اجتماعی زیباست، توانمندی نیروهایی که بی صدا هستن تو تاریخ نشون میده، به حاشیه رانده شده ها، فرودستا، تهیدستا. ولی خب بخشش هم اینه که چه بلاهایی به سر این آدم ها میاد و به این جنبش ها میاد از طرف مستبدین، ارباب قدرت، و سهم اینا رو تو تاریخ و توی حیات اجتماعی رعایت نمی کنن. این در حقیقت تلخیه. یعنی وقتی من نگاه میکنم میبینم که ما با چه مصیبتی این اسناد رو جمع میکنیم میاریم اینجا که از بین نره و آیندگان نمونه هایی داشته باشن از شهادتی که تاریخ داره میده
برای اینکه بر ما چه رفته. ببخشید به وسط حرفتون یک سوال دیگه دارم، و اینکه چون شما حوزه کاریتون خاورمیانه و آفریقای شمالیه، چه نکته مشابهی بین این اتفاقات میبینید؟ به داوری من حکومت‌های مستبد از یک تبار میان، ممکنه صورت‌های رفتارشون متفاوت باشه، ولی من شباهت‌های بسیار زیادی بین اون رفتار جنایتباری که توی آلمان نازی پیش اومد، اون تصفیه های خونبار استالینی داشتیم، دوران استالین اعتراف، و برگردیم به همین تاریخ معاصر خودمون، همین انقلاب اسلامی. وقتی شما به رفتار این حکومت نگاه میکنید، به ویژه در اون سالهای نخست شکلگیریش، اعترافات تلویزیونی داریم که آدما میان طلب بخشش میکنن از آیت الله خمینی، پیشوای بزرگ استالین. اینها از یک تبار میان، صور مختلف دارن ولی یک ریشن. سرکوب جنبش های اجتماعی، سرکوب جنبش های دانشجویی، سرکوب جنبش های زنان. شایدم در همین ارتباط یک کاری در موسکو یا این در شوروی یا روسیه، چه میدونم، اون منطقه کردی؟ پیش از فروپاشی اتحاد شوروی اونجا بودم، فرصت کردم در موقعی که آرام آرام آرشیف ها داشت زمان گورباچوف باز می شد، این فرصت رو داشتم که برم اونجا و سالهای سال اونجا از آرشیف ها استفاده کنم. شاهد عینی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بودم، و بعد حاصل این کارم کتابی است که در حقیقت نوشتم همراه همکارم دوستم خانم لانا راوندی، که کارنامه و زمانه ایرانیان رو در اتحاد جماهیر شوروی، به ویژه در فاصله بین دو جنگ و به ویژه در سالهای پایانی دهه 30 میلادی که مشمول اون تصفیه های خونبار شدند. این رو مستندم کردید، تصویری هم هست این چیزا؟ بله، یک بنای یادبود، یک سنگ یادبودی هم گذاشتیم در اون میدان تیر کومونارکا، یعنی در میان اون انبوه درختان به هم پیچیده، زمین مسطحی که زندانیان رو اونجا جمع می‌کردن و بعد به رگبار می‌زدن، همونجا به یاد تمام کشته شدگان این تصفیه ها یک سنگ یاد بود گذاشتیم. اونو میتونیم ببینیم؟ دیگه باید بیاد خونه ببینید. اون چقدر عالی میشه، دست شما درد نکنه. این هم از داستان سنگ گذاشتن ما تو تاریخ برای هزاران آدمی که تو این جا تیرباران شده. همینجا تو این تصاویر مثل چسب دردان که به آدم میچسبه، واقعا جدا شدن ازش سخته. برای همین ما میایم بیرون و میریم به بقیه زندگی شما میپردازیم، چون این تنها کاری نیست که شما میکنید. ببینید، من حوزه کارم اصلا تاریخ نبود. من فیزیک نظری خوندم، دکترامو در دانشگاه ساسکس لندن، پژوهش دکتریمو اونجا آغاز کردم. بعد که این انقلاب افتاد، اتفاقاتی افتاد، منو بیشتر و بیشتر به تاریخ علاقه من میکرد. نه فقط تاریخ سیاسی، برای من اصلا این رفتار آدمیان مهم بود. مثلا من میدیدم که یه جنایتی داره صورت میگیره و این جنایت رو همسنگش رو من تو آلمان نازی میدیدم. من مثلا کتاب روبر مرلو میخوندم، خونده بودم پیش از انقلاب، مرکز به کاروان من است. داشتم یک شباهتی بین اسدالله لاجوردی و اون در حقیقت شکنجه‌گر یا قاتل یا جلاد اون اردوگاه کار اجباری آلمان نازی میدونم. بالکن خونه ششسته بود و سیگارش رو دقیقاً دقیقاً، و این براحتی اسدالله لاجوردی میامد و میگفت امروز کشتیم 150 تا، و اصلا براش مطرح نبود این 150 تا انسان بودن. افتادیم بعد از انقلاب به اون سبوعیتی که این نظام برخواسته بر انقلاب بدون هیچ حد و مرزی روا می داشت، بر
ترکمن، بر کرد، بر عرب، بر ای فارس، بر نمیدونم کارگر، زنان، یعنی در حقیقت تنوع جنسیتی، تنوع قومی، تنوع زبانی، هیچ چیز براش مطرح نبود. همه رو میخواست یکدم در هیئت انسان موحد مؤمن تراز دین شیعه و با یه خوانش کاملا ویژه، اونم خواهش ولایت فقیهی آیت الله خمینی ببینه. خب همه اینا شما رو هل داد به اینکه بیاید به تاریخ. تاریخ و اومدم تاریخ اجتماعی کار کردم و تو تاریخ اجتماعی این پرسش ها رو داشتم. و بعد من برای رساله دکترام رفتم به شوروی. به زبان انگلیسی میگن که right time right moment، من واقعا به این معنا بودش، یعنی من وقتی رسیدم اونجا که آرشیو ها باز میشد و به همین خاطر به این آرشیو بزرگ کارنامه و زمانه ایرانیان اونجا و این تصفیه ها و این داستان ها رسیدم و اینا رو همین طور جمع کردم، پیوندم داشتم با همین پژوهشکده‌ای که شما امروز دیدید. ولی همزمان دل سپردم به نهله‌های دیگه‌ای در تاریخ نگاری اجتماعی، پروژه‌های دیگه‌ای رو برداشتم، مثلا تجدد عامرانه در قبال در یک بدگزینه در برابر تجدد رایزنانه، ترکیه و ایران رو در دوران آتاتورک و رضا شاه مقایسه کردیم، حیات اجتماعی رو. بعد پروژه های دیگه ای رو رفتیم راجع به آسیای مرکزی، هویت سازی در آسیای مرکزی. آخرین پروژه‌ای که داشتم با حمایت آکادمی سلطنتی هلند یه پروژه بسیار بسیار بزرگی بود که 100 سال تاریخ اجتماعی صنعت نفت ایران. به این ترتیب بود که من عکس مصدق رو، دکتر مصدق رو میبینم. به نوعی در حقیقت حیات سیاسی خودم رو متعلق میدونم به اون نهله فکری که دکتر محمد مصدق داشت. اصلا برای این داوری هم نیستم که مصدق اشتباه نکرده تو تاریخ، برای هیچ کس چنین خاص چیزی رو ندارم، داوری ندارم، حتما نقادانه به کارنامه مصدق به نگاه کرد. ولی صمیمانه بهتون بگم من شیفتگی خاصی به دکتر محمد مصدق دارم، نه در چهارچوب مرزهای ایران کنونی میبینم. برای من مصدق فراتر از مرزهای کنونی در دوره خودش، دوران سپری شده، تعریف میشه. من میبینم که در همزمان کلی هم کتاب نوشتین آقای دکتر. بله دیگه، خب این کتاب ها در مورد همین داستان جنبش های اجتماعی، جنبش چپ، جنگ جهانی اول، تجدد عامرانه، تجدد رایزنانه، دولت و فرودستان. خب تخصص من به حاشیه رانده شده هاست، تاریخ کسانی هستش که تهیدستن و فرودستن، و تاریخ اجتماعی نفت که در حال حاضر انتشارات کمبریج کتاب 70 سال تاریخ اجتماعی نفت من رو زیر چاپ داره. همچنان ارتباط داریم با دانشگاه‌های انگلیسی. اولین کارتون چی بود اینجا آقای دکتر؟ اولین کارم که اومدم اینجا در دانشگاه یوترخت که شما رفتید دانشگاه یوترخت. بله. دیدید من استاد جوان شدم در دانشگاه یوترخت و تاریخ درس دادم. همونجا بودش که رساله دکترام رو در همون ساختمونی که شما شنیدم که رفتید اونجا دفاع کردم. بعد شدم استاد دانشگاه آمستردام. دانشگاه استاد آمستردام به من کرسی استادی داد و بعد دانشگاه لیدن استادی به من داد و بعد آکادمی سلطنتی هلند دعوتم کرد که به عنوان پژوهشگر ارشد بهشون بپیوندم. کم کم به سالایی نزدیک میشیم که وارد هلند شدید در واقع. بله من سال 1982 61 از ایران مجبور به ترک ایران شدم. پس بیر حالا خواسته نه به اجبار برگردیم به ایران، موافقین؟ بذارید بریم یه جا دیگه بشینیم. بله سنگین شدیم. سنگین شد. بفرمایید شما. چای بدم خدمتتون؟ نه قربون شما، خیلی ممنون. آب بدم خدمتتون؟ هیچی، اصلا میخوام که یعنی اینقدر قبلش به من دادی تو دفترتون و اینا که دیگه دست شما درد نکنه. بفرمایید. پشتمونم یک عکس زیبا دارین که ما رو میبره به ایران و ترمه ایران و از اینجا شروع کنیم که شما بچه کجایین؟ من بزرگ شده تهران هستم، در تهران درس خوندم، دبستان رفتم، شاپور فکر کنم 7-8 سالگی اومدیم به عباس آباد
بعد میرداماد، بعد بالا و آخر سرم آخرین خونه خانوادگیمون دیگه رفته بود با بالا نیاورد. و توی مدت دانشگاه در ایران رفتی؟ من دانشگاه ملی رفتم، فیزیک خوندم اونجا، فیزیکم رو تموم کردم. بعد رفتم به دانشگاه ساسکس، فوق لیسانس فیزیک خوندم. بعد رفتم دانشگاه لندن، دکترای فیزیک. بعد برگشتم ایران. بعد اومدم به ایران. چه سالایی برگشتی؟ سال درست چند ماهی قبل از انقلاب بود. می‌خواستم انقلاب ببینم. و آنچه که دیدم در روزهای منتهی به 22 بهمن برای من بسیار تکون دهنده بود. یعنی داشتیم به یه طرف می‌رفتیم که قرار بود گویا از اون تکثری که مردم انتظار داشتن که انقلاب برشون بیاره به یک تک‌صدایی می‌رسیدند. حتی اجازه نمیدادن که مردم شعارهای خودشونو بدن، یا حتی بعضی وقتا من دیدم که وانتا میامدن روسری پخش میکردن بین تظاهر کنندگان که خواهرها روسری تنشون کنن. میگفتن خب چرا؟ گفتن آقا نه سرشون کنن، حالا به خاطر اینکه ما یه دست باشیم. آقا چرا یه دست قراره باشه؟ اصلا چه فضیلتی تو یک دستی هستش؟ ماهای آخری که من تو ایران بودم بسیار بسیار بد بود. همین طور خبر می آمد که اینو گرفتن، اینو استاد دانشگاه رو گرفتن، اون کسی رو که کارمند فلانجا بود گرفتن. معدود کسانی بودیم که با لغو شعار اعدام اومدیم، و این لغو شعار اعدام من نگرفته بودم، خودم در نیاورده بودم، پیشینیان ما این کارو کرده بودن. خانم امیری فراموش نکنیم نخستین بار در تاریخ ایران این سوسیالیستای ایرانی بودن که اون زمان 100 سال پیش، بیش از 100 سال پیش با لغو شعار اعدام اومدن جلو. و این اعدام هایی که اینا میکردن و این سبوعیتی که داشت، این نابودی فرهنگی داشت، برای من جانکاه بود واقعا. برای همین اومدین ایران، از ایران بیرون؟ اومدم بیرون و روزهای بسیار سختی رو اومدم بیرون. روزهایی که صبح بلند میشدی ساعت 7 صبح با رادیو ایران یک لیست بلند بالای 70 نفره 80 نفره اعدامی رو فقط داشت. حقیقتش من فکر میکنم چون مورخم، برای من تمام تحولات 40 سال اخیر ایران یک پرانتزه. این پرانتز بسته شده؟ نه هنوز بسته نشده، یک روز بسته خواهد شد و آیندگان چنان قضاوت خواهند کرد که آنچه که بر ما رفت، ما شاید مستحق این نبودیم که سوئیس باشیم، ما شاید مستحق این نبودیم که مثلا چه میدونم سوئد باشیم، دانمارک باشیم، ولی استحقاق این سبوعیت رو نداشتیم. ما نظام‌های از این دست بسیار داشتیم. همین فراموش نکنید همین چند هفته پیش بر سودان چه گذشت. حکومت مستبد دینی جاشو به حکومت سکولار داد و گفتش که حجاب اجباری نه، ختنه زنان نه، ممنوعیت شرب الکل نه، به تمام این چیزها نه گفت. بعد از یک دوران بسیار بسیار دهشتبار و خونباری که بر اون کشور رفت، ما از این چیزها زیاد دیدیم در این کشورها. آیا تو شما که تاریخ رو این همه خوندید، اگه بخواید بگید تاریخ در یک جمله خلاصه کنید، تاریخ به دوربین بتونید نگاه کنید، بگید تاریخ به ما چی میگه؟ آنچه که از تاریخ ما میتونیم درس بگیریم اینه که همیشه این نگرانی وجود داره که هیچ وقت از تاریخ ما درس نمیگیریم. تمام تلاش ما مورخ‌ها و کسانی که رو علوم اجتماعی کار میکنن اینه که به مردمان این جهان بگیم که از تاریخ درس بگیرید و خوب درس بگیرید. این آرشیوهایی که میبینید اینا همشون از طریق سیستم از خط مارکس و چیز صفحه اول مانیفسته. این چیزهایی که از ایران برامون میفرستن در مورد رأی من کجاست از این حرفا، یعنی من نمونه فقط گذاشتم که ببینید چیه. نمونه گذاشتیم فوق‌العاده است.